سرخط خبره ده. حمله موتربم به مرگبار در برابر قرارگاه نیروهای ویژه امنیت ملی در غزنی. 11 نفر شهید و 42 نفر ما در این حادثه زخمی داشتیم. طالبان 5 سرنشین یک موتر را در دره قیاق این ولایت آتش زدند. آمادگی کابل برای شریک سازی سند دست داشتن طالبان در حمله های پسین با واشنگتن. غنی میگوید خاموش نشستن در برابر قاتلان کودکان بیگناه گناه است. خواهرای ما بعد از ولادت شهید میشه. این خاموشی در مقابل از این گناه است. بی‌پروایی با کرونا، شمار مبتلایان از مرز 7000 تن گذشت. 858 سمپل مشکوک در لابراتوار مختلف مراکز آزمایش قرار گرفته، از میان از او 408 مورد مثبت تثبیت شده است. بیش از 800 تن هم بهبود یافتند. واکنش ها به توافق ارگ و سپیدار. آیا اینا به این ناکامی ها و راه های حلی که برای این ناکامی ها ما پیدا کنیم از دید ملی میبینن یا از دید قومی؟ جمعیت اسلامی خود را شریک این توافق نمیداند. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام ما. سلام، شبتان بخیر. در حمله امروز در برابر قرارگاه نیروهای قطعه ویژه امنیت ملی در ولایت غزنی 11 افسر امنیت ملی کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. در این حمله ساختمان مرکز ثقافت اسلامی هم زیان دیده است. احمد ضیا سراج سرپرست ریاست امنیت ملی میگوید که طالبان تلاش کردند با این حمله هویت مردم افغانستان را از بین ببرند. همزمان با این پلیس میگوید که طالبان 5 سرنشین یک موتر را به شمول 2 سرباز در دره قیاق غزنی تیرباران کرده و سپس به آتش کشیدند. حمله انتحاری بامداد امروز آرامش نسبی باشندگان شهر غزنی را برهم زد. انفجاری که هدف قرارگاه نیروهای ویژه امنیت ملی گفته شده است. مقام‌های محلی در غزنی می‌گویند مهاجم موتور هاموی پر از مواد انفجاریش را در برابر این قرارگاه منفجر کرده است. مرکز ثقافت اسلامی نیز در کنار این قرارگاه موقعیت دارد. در این انفجار 11 افسر قطعه ویژه امنیت ملی جان باخته و بیش از 40 تن دیگر آنان زخمی شدند. تانک بسیار با تجهیزات و مهمات بیشتر از چندین تن داخل قطعه میشن و این قطعه را انفجار میتن که متاسفانه خسارات بسیار هنگفته برای مردم غزنی، برای مرکز تامین، مرکز ثقافت اسلامی جهان اسلام در ولایت غزنی و تعداد تقریبا 11 نفر شهید و 42 نفر ما در این حادثه زخمی داشتیم. سلور بجی و سلویخ ده که در غزنی خار پا ثقافت سیمه که در ملی امنیت پا زنگر قیتی در 203 قیتی باندی وسلوالو مخالفینو د هاموی موټر وسیله بریتر سره کړی ده. با این حال احمد ضیا سراج سرپرست اداره عمومی امنیت ملی میگوید طالبان قصد داشتند با این حمله ایشان هویت مردم افغانستان را از بین ببرند. طالبان یک بار دیگر بالای هویت و فرهنگ ما و شما حمله کردند و مرکز ثقافت اسلامی را در غزنی هدف قرار دادن و یک قطعه امنیت ملی که در اوج توظیف بود که بر علاوه بعض کارهای در ولایت غزنی به خاطر تامین امنیتشان یک بخش عمدهشان حفاظت از این ثقافت اسلامی بود. طالبان ادعا دارند که حمله بر نیروهای ویژه امنیت ملی را آنان راه اندازی کردند. این نفر یک ما بودم در این اتاق، یک دو نفر در پیشتر بودک، یک بخش ما کدام زیان نرسید. اول یک صدای فایر شنیدیم، فایر بازی شده که تقریبا یک 5 دقیقه در بر گرفت. بعد از یک انفجار بسیار قوی صورت گرفت که قدر یعنی قوی بود که تقریبا یک ساعت، یک نیم ساعت
مثلا خودم گنگز بودم هیچ نمیفهمیدم مثلا که ما در کجا هست. زمان با این پلیس میگوید افراد مسلح ناشناس 5 سرنشین یک موتر را در دره قیاق غزنی آتش زدند. طالبان به دوام جنایاتشان با تاسف که دیروز 5 تن از شهروندان ما و شما 3 ملکی و 2 منصوب پلیس را در دره قیاق غزنی اینا را تیرباران میکنند و پس از او جسدهای از یار میسوزانند. یک جنایت جنگی، یک جنایت بشری است. این همه در حال صورت میگیرد که برخی از نمایندگان مردم غزنی در پارلمان از حکومت مرکزی میخواهند برای تامین امنیت این ولایت بیدرنگ اقدام کند. در غیر آن شهر غزنی بار دیگر به دست طالبان سقوط خواهد کرد. خاموش نشستن در برابر کسانی که کودکان بیگناه را میکشند گناه است. محمد اشرف غنی بار دیگر با دفاع از اعلام حالت تهاجمی نیروهای امنیتی میگوید این تصمیم را در واکنش بر رویدادهای هراس افغانانه در کابل، پکتیا، ننگرهار و فاریاب گرفته است. او جنگ روان در کشور را تحمیلی میخواند و میگوید ادامه آن از سوی طالبان از هیچ منظر توجیه پذیر نیست. دفاع دوباره رئیس جمهور غنی از تصمیمش برای اعلان حالت تهاجمی نیروهای امنیتی. میگوید سکوت در برابر قاتلان کودکان بیگناه خود گناه است و از این رو تصمیم به اعلان حالت تهاجمی نیروهای امنیتی افغانستان گرفته. ضرورت واضح است که اول اصول دینی مبین اسلام که دفاع را در مقابل حمله به جای جایز میدانه ما رعایت کنیم و دوم طفل را که نو تولد شده خواهرای ما بعد از ولادت شهید میشه این خاموشی در مقابل از این گناه است، جرم است. از نظر آقای غنی جنگ کنونی در کشور جنگ تحمیلی است و ادامه آن از سوی مخالفان مسلح هم در شرایطی که با خارجی ها پیمان آتش بس بستند ناجایز است. طالبان امرای قوای بین المللی دوستای ما پیمان بستن، مردم خود، قوای امنیتی و دفاعی خود که اولاد خود از این خاک هستن مورد حمله قرار میده. از پیششان پرسان کنه توجیه از این چیز. آقای غنی با تأکید بر پشتیبانی و تجهیز بیشتر نیروهای ویژه پلیس میگوید مردم افغانستان به نظامیانش افتخار میکند و هیچگاه معامله‌ای بر سر آنها صورت نخواهد گرفت. امنیت ملی میگوید افغانستان سندهایی را که در مورد حمله های خونین کابل و ننگرهار در دست دارد با امریکا در میان میگذارد. به گفته امنیت ملی عاملان این حمله ها حلقه هایی است که هم با داعش و هم با شبکه حقانی رابطه دارند. از سوی هم وزارت امور داخله میگوید که پس از امضای توافقنامه صلح نه تنها که طالبان رابطه ایشان با هراس افغانان جهانی را قطع نکرده بل چند برابر افزایش دادند. به گفته این وزارت طالبان عملیات بهاری اعلام ناشده ایشان را آغاز کردند و تنها پس از توافقنامه صلح دوحه 3800 حمله در افغانستان انجام دادهند. عادی سحر در این باره گزارش دارد. مقام های درجه یک امنیتی کشور آمدند که در مورد دلیل آغاز عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی در برابر طالبان به مردم گزارش دهند. وزارت امور داخله میگوید که طالبان با آغاز عملیات بهاری اعلام نشده برخلاف توافقنامه صلح دوحه خشونت را افزایش داده و رابطه ایشان با گروه های هراس افغان جهانی را هم گرم تر از پیش کردند. بنابر آمار این وزارت طالبان در 2.5 ماه پسین نزدیک به 4000 حمله انجام دادند. هدف ما جنگ نیست، ما صرف جنگ میکنیم به خاطر رسیدن به صلح و این منطق طالب است که به اساس اشاره بیگانگان بیرون از مرزهای افغانستان اینا ششتن و در مقابل مسلمانان، در مقابل فرزندای از این وطن یک عده از فرزندای دیگه از این وطن تشویق میکنن و میرن و به جنگ ادامه میتن. افغانستان امنیتی و دفاعی ځواکونو زمکنی او هوایی عملیات په ټول افغانستان کې پیل کړل چې د دې عملیاتونو په نتیجه کې د
دی افغانستان دی دولت مخالفینو تا درنه مرگ روبلا وقتی او منگ با تر حقا چی ثانی امر رازی خپلو دندو تا خپلو وظایفو تا دوام ورکو. امنیت ملی افغانستان حمله های خونین پسین از جمله حمله بر بیمارستان در کابل و مراسم تشییع جنازه در ننگرهار را کار تبانی افراد مرتبط با شبکه های حقانی با داعش می داند و می گوید سند های دست داشته در این پیوند را با امریکا در میان می گذارد. کشوری که از نظر حکومت افغانستان واشنگتن در صدد تبرئه آن از حمله های پسین است. جدا از این که شواهد داریم اطلاعات هم است که بیانگر از این مسئله است و ما با ایالات متحده امریکا یک سیستم منظم تبادل اطلاعات داریم و این اسناد حتما در اختیار از اونام قرار میگیره و طبیعی است که ما اسناد را که اونا هم بالایشان تاکید دارن طبیعی است که اسناد از اونا را میگیریم. و امنیت ملی میگوید که با بسته شدن شمار از مدرسه های پاکستانی دانش آموزان این مدرسه ها به گروه طالبان در افغانستان جذب شدند. با باور امنیت ملی طالبان با همکاری آلمان دین پاکستانی روی یک منشور کار میکند که ظاهرا در پی ایجاد حاکمیت سیاسی مطلق در افغانستان است. اینا فکر عزیز در سر دارند که با حکومتشان وقتی که میان یک حکومت طالبانی و با هیچ نوع تغییری که از گذشته مطالعه در مفکوره از اینا نمی بینیم با امو مفکوره یک منشور را که به شکل قانون اساسیشان است او را ترتیب کردن. حکومت در واکنش به رویدادهای کابل و ننگرهار دستور آغاز دوباره عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی را داد. عملیات هایی که به گفته وزارت دفاع ملی تنها در یک شبانه روز پسین دست کم 30 کشته در ولایت های قندوز، میدان وردک، غور، هلمند و بدخشان روی دوش طالبان گذاشته است. از سرگیری دوباره رویاروی نظامی طالبان و دولت بیش از همه بر تلاش های داخلی و جهانی برای آغاز گفتگوهای میان افغانان سایه انداخته است. گفتگوهایی که انتظار می رود با پایان بنبست سیاسی برخواست از انتخابات رمق دوباره بگیرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید که نیروهای آمریکایی در افغانستان جز در ابتدای حضورش هیچگاه برای برنده شدن نجنگیده و تنها نقش پلیس را ایفا کرده است. آقای ترامپ در تویترش نگاشته است که حالا حتی طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دو دلند، چون با حضورشان سرمایه و دلار می سازند. در همین حال ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی و عبدالله توافق سیاسی در افغانستان را یک گام به سوی صلح و وحدت خوانده و بر پشتیبانی ناتو در مبارزه با هراس افغانی و ثبات دائمی در افغانستان تاکید کرده است. از سوی هم نمایندگان چین، روسیه، ایران و پاکستان در مورد افغانستان بحث و گفتگو کردند. نمایندگان این چهار کشور در اعلامیه مشترک با اعلام پشتیبانی از روند صلح به مالکیت و رهبری افغانستان تاکید کرده و گفتند که گفتگوهای فراگیر میان افغانان تنها راه تحقق آشتی ملی و پایان جنگ طولانی در افغانستان است. در پی انفجار ماین کنار جاده‌ای در زابل 13 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. به گفته فرماندهی پلیس زابل این رویداد شام امروز در ولسوالی میزانه رخ داده است و 4 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشته است. فرماندهی پلیس زابل میگوید که مخالفان مسلح دولت پس از شکست نبرد رو در رو دست به استفاده از ماین‌های کنار جاده‌ای زده است. شمار بیماران کووید 19 در افغانستان از مرز 7000 تن گذشت. وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 408 مورد تازه مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که با ثبت این رقم شمار کل موردهای مثبت در افغانستان به 7072 رسیده است. بر اساس آمار این نهاد شمار مجموعی بهبودیافتگان از این بیماری هم از مرز 800 تن گذشته است و آمار مرگ ناشی از این بیماری هم به 173 مورد رسیده است. وزارت صحت عامه میگوید که در یک شبانه روز گذشته 408 رویداد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است که رقم مبتلایان را به 7072 تن افزایش داده است. در 24 ساعت پسین همچنان 23 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا صحت یاب شدند و 3 تن آنان هم جان باختند.
در 24 سال گذشته در افغانستان 858 سمپل مشکوک در لابراتوارهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته، از میان از او 408 مورد مثبت تثبیت شده، 3 مورد فوتی داریم و 23 مورد شفایاب. با این جمع مجموع در افغانستان 7072 واقعی مثبت تا فعلا شناسایی شده. از میان 7072 بیمار کووید 19 تا اکنون کابل با 2066 مورد، هرات 1248 مورد، قندهار 636 مورد و بلخ 534 مورد بیشترین آمار و همچنان نورستان 4 مورد، اروزگان 5 مورد، بدخشان 16 و دایکندی با 21 مورد کمترین آمار بیماری کووید 19 را ثبت کردند. بانک افزایش روزافزون شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 نگران کننده دانسته می شود، اما بسیاری از مردم همچنان محدودیت گشت و گذار را رعایت نمی کنند. در همین حال، والی فاریاب می گوید که تصمیم گرفتن در روزهای عید شهر میمنه در قرنطینه باشد. روزهای در آل 100% ما تصمیم نگرفتیم. برنامه ما همی است که احتمالاً روزهای در قرنطینه عمومی با وجود بیاید. پس بنان زیاد سرگردانی به خاطر مصارف عید نکنند. ای در اقتصاد مردم هم کمک میکنند. با این همه، وزارت صحت عامه همواره هشدار میدهد که اگر فاصله گیری های اجتماعی و توسعه های بهداشتی رعایت نشود، در آینده نزدیک فاجعه ای را خواهد داد. آقای عبدالقادر قدیر، رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، روی خط اسکایپ با ما وصل هستند و در همین رابطه بیشتر با آقای قدیر بحث می کنیم. آقای قدیر سلام بر شما، وقتتان بخیر. بیان که از هرات آغاز بکنیم، چرا واقعا در هرات میزان مبتلایان بیشتر شده؟ 1248 آنچه که وزارت صحت میگه، اگر جدا از دید وزارت صحت هم وجود داشته باشه ممکن به مراتب بیشتر باشد. چرا هرات به چنین وضع رسیده؟ بسیار زیاد تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوش اجازه بدین که با شما، همکاران شما و مردمی با عزت افغانستان سلام بفرستم و ادای احترام کنم و بعداً اگر اجازه بدین پیش از اینکه به سوال شما بروم وضعیت کلی را در افغانستان خدمتتان ارائه کنم، بعد از او برمیگردم به سوال شما در ولایت هرات. تا لحظه که ما با شما صحبت میکنم، گرچه ارقامی که ما ارائه میکنیم ارقام متحول است و هر لحظه و هر ساعت میتونه در خور تغییر و تحول باشد. تا همین لحظه ما حدودا 23,497 واقعی مشکوک در افغانستان در سراسر افغانستان در لابراتوارهای وزارت صحت عامه به ثبت رسیده که از جمله 7072 واقعی مثبت داریم، 173 واقعی فوتی داریم متاسفانه و نیکبختانه 801 واقعی شفایاب داریم و در 24 ساعت گذشته هم ما 858 واقعی مشکوک داشتیم در لابراتوارا که از جمله 408 واقعی مثبت داریم که متاسفانه آماری بالای ابتلا را در افغانستان نشان میده. 3 واقعی فوتی داریم و 23 واقعی شفایاب داریم نیبخانه. خب چرا در هرات و یا کابل که در واقع دو ولایتی هستند که به صورت روزافزون میزان ابتلا بالا میره؟ دلیلی عمدتاً واضح هست. یکی از دلایلی که میزان ابتلا را در میان مردم بالا میبره و مسئله رعایت نکردن قرنطین و رعایت نکردن فاصله اجتماعی است و متاسفانه که اخیراً شما شاهد از این بودین که هم در کابل و هم در هرات و سایر شهرها امو میزان گشت و گذار در میان شهرها خیلی بالا رفت و مردم اکثر از خانه ها برآمدن و به شهرها ریختن و همو فاصله اجتماعی که ما همواره بالای از او تاکید میکنیم که حداقل 2 متر 1-3 متر که 2 متر گفته میشه او را رعایت نمیکنن. حتی در جاهای مزدحم شما میبینین که با هم یک جا هستن و بدون پوشیدن ماسک و همو وسایل مواظبتی. ما بارها نگرانی خود را از آدرس وزارت صحت عامه ای راستا به مردم ارائه کردیم و ای را بازم تاکید میکنیم که در صورتی که قرنطین رعایت نشوه، فاصله های اجتماعی رعایت نشوه، مردم از رفتن به جاهای مزدحم جلوگیری نکنن
و از تراکم در یک نقطه یا در یک زمان معین اینها جلوگیری نکنن، طبیعی است که در شهرهایی که نفوس زیاد داره، شما ببینین اساسا آمار ابتلا در شهرهای بزرگ ما بیشتر از شهرهای که نفوس کمتر داره. دلیلش هم بدن همیست که در جایی که نفوس بیشتر است تراکم نفوس بیشتر است. بله. و قرنطین رعایت نمیشه و فاصله اجتماعی رعایت نمیشه، میزان ابتلا بالاتر است. بله، از اینکه آقای قدیر نهادهای امنیتی حالا تمرکزشان نسبت به محدودیت گشت و گذار در شهرها کم ساختن و اینکه شما واکنش نشان نمیتین، شما یک نهاد صحی هستین باید واکنش نشان بتین، مردم انتقاد میکنن چرا واقعا واکنش چشمگیر تا اینجا کار نشان نداده این از نهادهای امنیتی نخواستین که وضع محدودیت ها را بیشتر بسازه؟ اساسا وزارت صحت عامه انواره آنچه را که برای نهادهای امنیتی و مردم افغانستان سفارش میکنه ای را ما همیشه مکررن سفارش کردیم، اما این برمیگرده به مردم. در زمانی که نهادهای امنیتی واقعا موضوع را جدی هم گرفته بودن، شما دیدید که در سرکا نیروهای امنیتی ما پوسته ها داشتن و چک پوینت ها داشتن. در همون زمان هم متاسفانه که مردم عزیز ما توجه جدی به این امر نکردن و امروز هم در عین زمان عین مشکل ما مواجه هستیم که مردم به صورت خودسر به بازارها ریختن و به شهرها به صورت مزدحم پر از افراد و اشخاص هستند. بنابراین این برمیگرده به مردم در پهلوی ازی که ما به عنوان نظام و حکومت مکلف هستیم که قواعد را رعایت کنیم و فکر میکنم که رعایت این قاعده به مردم افغانستان هم برمیگرده. آقای قدیر، روزهای کم از وضع محدودیت ها مانده و اگر تمدید نشه فکر میکنین و همین گونه رفت آمد ها هم جریان داشته باشه، فکر میکنین که پیش بین چه شرایطی باید باشیم؟ ما بارها گفتیم و بازم اکیدا تکرار میکنیم که در صورتی که مردم در کنار ما ایستاد نشوه و با سفارشات ما و سفارشات طبی و مسلکی وزارت صحت عامه و با سفارشات حکومت افغانستان به عنوان یک نظام توجه نکنن، خدای ناخواسته ما شاهد یک بحران خواهیم بود. امروز شما میبینید که روزه به صورت منظم آمار ابتلا در افغانستان بالا میره و میزان مرگ و میر متاسفانه وابسته است و میزان ابتلا در افغانستان. بنابراین ما انتظار داریم که مردم افغانستان در کنار ما باشند و آنچه که از طرف وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان برشان سفارش میشه این را رعایت کنند، در غیر از او صحت و سلامت خودشان و هموطنان خود را به مشکل مواجه میکنند و به خطر میاندازند. درست. آقای قدیر، مسئولان صحی هرات از مبتلا شدن 13 زندانی محبس مرکزی این هرات خبر دادند و سخنگوی ریاست صحت هرات میگه که 20 نفر صحی گماشته شدند تا برن به کارمندان محبس نوع چگونگی فاصله گیری و حفظ فاصله گیری اجتماعی را بیاموزانند. فکر میکنین که فقط مسئولیتتان همین قدر است یا نه باید بیشتر از این کار صورت بگیره و کسایی که مبتلا شدن چی کارهای صورت گرفته در زندان ها؟ ببینین، مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان تنها مکلفیت و مسئولیت وزارت صحت عامه نیست، بلکه مکلفیت همه ما مشترکاً، مکلفیت هر شهروند افغانستان است. حکومت افغانستان از آغاز پروسه تا امروز در این راستا به صورت جدی کار کرده، تلاشای خود انجام داده، اما برای حکومت و برای وزارت صحت عامه خیلی ها مشکل است که پشت هر دروازه یک فرد ما ایستاد کنیم. آقای قدیر، خب از وظیفه شما پرسیدم که شما چی کردین بین همین زندانیانی که مبتلا شدن؟ واقعا کار شما فقط آموزش این بوده که چگونه فاصله های اجتماعی را مراعات کنن؟ ما برای کسایی که مبتلا میشن ما خدماتی که ضروری است برشان میرسانیم. فاصله های اجتماعی در واقع تدابیر وقایوی است که ما در خدمت مردم قرار میدیم. در پلوی از او، در صورتی که یک کسی مبتلا میباشه، اگر او اعراض و علائم خفیف داشته باشه او را با تجرید میکنیم به جای مناسب، میتونه در خانه باشه و یا در جای دیگه. در صورتی که اعراض و علائم جدی داشته باشه به شفاخانه تحت مراقبت شفاخانه قرار میگیره. بسیار تشکر از شما آقای عبدالقدیر قدیر، رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه.
توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با واکنش های موافق و مخالف سیاستگران کشور روبرو شده است. جمعیت اسلامی که آقای عبدالله از آدرس این حزب نامزد در انتخابات ریاست جمهوری شده بود اعلام کرده که در این توافق شریک نیست و حکومت برآمده از انتخابات سال پار را مشروع نمی داند. این حزب همچنین توافق آقای عبدالله با ارگ را عدول از خط سرخ این حزب برای شکستن تمرکزگرایی در ساختار حکومت خوانده است، اما برخی حزب‌های سیاسی توافق میان دو رهبر را برای حفظ نظام کنونی و یک پارچگی نیروهای سیاسی در گفتگو با طالبان مهم می‌خوانند. رحمت الله نبیل از رقیبان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در انتخابات تأکید دارد که این دو رهبر سیاسی باید از ناکامی‌های حکومت وحدت ملی درس بگیرند. امان فرهنگ و جزئیات بیشتر. برآیند انتخابات ریاست جمهوری سال پار، توافق سیاسی که پس از ماها تنش بر سر نتیجه انتخابات سرانجام بار دیگر به ایجاد حکومت مشارکتی انجامید. این توافق سیاسی با واکنش های گوناگونی روبرو شده است. جمعیت اسلامی که آقای عبدالله از آدرسش نامزد ریاست جمهوری شده بود حالا اعلام کرده که در این توافق سهیم نیست. نه نتیجه انتخابات را میپذیرد و نه هم مشروعیت حکومت را. با این حال سخنگوی این حزب میپذیرد که توافق انجام شده بنبست به وجود آمده را شکستانده. با این توافق که همه مشکل افغانستان حل شما فکر میکنم یک مسئله یک مقصدی بعید المنال است، اما بدون شک این توافق یک بنبست کلانه میشکنه در شرایطی که افغانستان با مشکلات زیادی مواجه است، خاصتا مذاکرات صلح با طالبان. تنها متحدان عبدالله از اون ناراض نیستند. شماری از متحدان آقای غنی هم توافق حاصل شده را دفن دموکراسی می‌خوانند. واش تیم صبح روز انجام داد خیانت بسیار بزرگ برای آزادی قانون اساسی، همین قانون اساسی نیم بند و همه ارزش‌های دموکراتیک و انسانی بود. بنابراین ما مستقیما به طرف یک جنگ می‌ریم، نه به طرف صلح، نه به طرف ثبات. با این حال رحمت الله نبیل یکی از رقیبان غنی و عبدالله در انتخابات سال پار از این توافق سیاسی استقبال می‌کند و می‌گوید که رهبران حکومت باید از ناکامی های حکومت وحدت ملی درس گیرند. گویا از ناکامی های 5 سال 6 سال گذشته اینا درس عبرت گرفتن؟ آیا اینا به این ناکامی ها و راه های حلی که برای این ناکامی ها ما پیدا کنیم از دید ملی میبینن یا از دید قومی، از دید تیمی، از دید گروپی؟ متاسفانه 5 سال گذشته اینا در این مسئله ناکام بودن. همین که دو تیم با هم یک جا میشن، زمینه مساعی مشترک در زمینه صلح فراهم بشه و امیدوار هستیم که این تفاهم بتوانه گفتگوی بین الافغانی را تسریع ببخشه و تسهیل بکنه. همزمان حزب‌های همچون جنبش ملی، وحدت اسلامی مردم و حزب وحدت از توافق خوشنودند و باور دارند که جز این توافق برای حل بحران راهی دیگری نبوده است. در چنین یک وضعیت و در چنین یک حالت به تصور ما و به عقیده ما امضای این توافقنامه و این موافقتنامه ای بسیار مؤثر و بدون زیاد و تأخیر وقت به طرف مذاکرات بین الافغانی و ایجاد فضای مناسب برای صلح و بازگشتاندن استقرار و ثبات به کشور برویم. توافق سیاسی امضا شده میان عبدالله و غنی حکومت ائتلافی شبیه حکومت وحدت ملی را بدون وجود ریاست اجرایی پیش بینی کرده است. این انتقادها و خوشبینی‌ها هم در حال مطرح می شود که 6 سال حکومت وحدت ملی عمرش بیشتر با تنش‌ها و اختلاف‌های رهبران حکومت سپری شد. با این خبرها خواهیم پرداخت. استقبال و انتظار مردم افغانستان از توافق سیاسی ارگ و سپیدار. نشست آنلاین بازرگانان برای افزایش صادرات کشور. شمار از باشندگان کابل گرچند از پایان اختلاف میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله استقبال میکنند، اما میگویند که تجربه گذشته برایشان پذیرفتنی نیست. جزئیات بیشتر در گزارش. بسم الله الرحمن. کم کم یخهای اختلاف آب شدند و دو رقیب بر دور یک میز آمدند. آشتی که 5 ماه به درازا کشید. غنی و عبدالله سرانجام به یک توافق سیاسی دست یافتند. امروز واکنش ها گوناگون است. جهان از این توافق استقبال گرم کرده.
که دست به دست هم آمریکا، ایران، ناتو، اروپا، پاکستان همه تبریک گفته. مثلا آمریکا میگوید ما از تعهد دو طرف برای گام برداشتن در راستای صلح در افغانستان استقبال میکنیم. انجام چنین توافقی در افغانستان هم با واکنش های متفاوت روبرو شده. در کابل ظاهراً ناامیدی ها برای ادامه بحران کمتر شده و حالا مردم امیدوار هستند که با انجام توافق رهبران حکومت بتانند برای مهار بحران های دیگر گام بردارند، به ویژه بحران کرونا. هرچند این مردم هستند که دل خوشی از رهبران سیاسیشان در سالهای گذشته نداشتند. مهمترین بخش های این توافق این است. عبدالله عبدالله از نظر تشریفات در مسائل مربوط به مصالحه فرد دوم کشور است. صلاحیت دارد رهبری روند صلح را بر عهده بگیرد، جلسه های شورای مصالحه را رهبری کند و در 50% تقرری ها به شمول وزارت دولت در امور صلح نقش داشته باشد. صلح اولویت افغانستان و جهان. جناب استاد سیف، هرچند برای برخی توافق گام نیک است، اما ادامه تجربه های گذشته پذیرفتنی نیست. باید تمام و به توجه و تمرکز خود بالای مسائل صلح داشته باشم و صلح در اولویت قرار بده و سایر مواردی که افغانستان دچار مشکلات است با تمام اینها به جدیت کامل مبارزه بکنه و اقدامات فوری را انجام بده. برید دو نفری که بهادر اول توافق کردن جور اومدن، خدا کنه مثل سالهای سابق نباشد، یا بهادر گل یک همبستگی صحیح داشته باشن، مردم ازشون راضی باشن. اکنون افغانستان وارد مرحله جدیدی می شود. انتظار می رود روند صلح شتاب بیشتر پیدا کند. آقای دکتر عزیز احمد بارز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل از آکسفورد، روی خط اسکای با ما وصل هستند و در پیوند به همین موضوع بیشتر با آقای بارز بحث می کنیم. آقای بارز سلام بر شما، وقتتون بخیر. سلام، ما در خدمت شما هستم، بفرمایید. بسیار تشکر. بارز صاحب، با امضای توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار تنش‌ها بین دو طرف حل شد و اجماع شکل گرفته؟ خب ضمن عرض سلام مجدد خدمت بینندگان شبکه یک، متاسفانه ما در دموکراسی افغانستان در دو دهه پسین چند انتخاباتی که داشتیم نتیجه مطلوب به دست نیاوردیم. از این نگاه یک تراژدی برای افغانستان که ما نتونستیم ابتدایی ترین مبنای دموکراسی که انتخابات از اون را نهادی نبکنیم. در شرایط فعلی این بهترین گزینه بود که رهبران دو تیم پیشتاز با توافق سیاسی رسیدن که حداقل ما از بحران احتمالی بیشتر جلوگیری بکنیم و همچنان اگر اینا بتونن یک تیم واحدی تشکیل بدن برای ادامه مذاکرات صلح با طالبان. اما دقیق گفتن نمیتونم که 100% اجماع ملی شکل گرفته، بس اجماع ملی کلان به سطح کشور بستگی به عملکرد رهبران سیاسی حکومت داره. بله. که اینا کنن نهادهای سیاسی، احزاب، جامعه مدنی و زنان افغانستان را در تصمیم گیری هایشان همسو بسازن با خود. بله آقای بارز، سهم 50% در کابینه از آقای عبدالله، همچنان ریاست شورای عالی مصالحه یا شورای عالی دولت و دیگر موارد که در توافقنامه مطمئنا شما دیدین، چه تفاوت با حکومت وحدت ملی که 5 سال ما تجربه کردیم داره به باور شما؟ خب از لحاظ شکلی تفاوت زیاد نداره. این حکومت هم یک حکومت مشارکتی و برخواسته از یک توافق سیاسی و حکومت قبلی هم برخواسته از یک تفاهمنامه سیاسی دو جانبه بود. برای همین متاسفانه طرف های مطرح در بحران افغانستان، مخصوصا تیم دولت ساز بر رهبری دکتر محمد اشرف غنی و تیم ثبات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله، اینها زوایای دیدشان نسبت به این تفاهمنامه تفاوت دارند. تیم دولت ساز بسیار تاکید داره که
حکومت را، حکومت برآمده از قانون اساسی بخونه و این مشارکت را به نحوی در پرتو قانون اساسی توجیه میکنه. اما تیم ثبات و همگرایی پافشاری دارن که انتخابات نتیجه مطلوب را نداشت، بنابراین ما مجبور شدیم که به این تفاهمنامه سیاسی به خاطر ثبات و آینده نظام که آقای بارز، در قانون اساسی چنین چیز پیش بینی نشده بود. فکر میکنین که جدا از قانون اساسی کار کردن، ولی تاکید داشت آقای غنی که میگفت هیچ توافق بدون یا جدا از قانون اساسی شکل نخواهد گرفت. میخواستم به این قسمت سوال شما برسم که شما اجازه ندادین که گپای من تکمیل شود. بفرمایید. گفتم که تیم ثبات و همگرایی تاکید داره که ما به خاطر آینده ثبات نظام و جلوگیری از بحران در نظام به این توافقنامه تن دادیم. و اینجا دیدگاه دیگه وجود داره که دیدگاه جامعه جهانی و شهروندان افغانستان است که نه جامعه جهانی نه شهروندان عادی ذهنیت عامه قبول نکردن که انتخابات گذشته ریاست جمهوری اگر انتخابات سالم و شفاف بر مبنای قانون اساسی بود. از نظر ما بهتر است که اینها با این توافقی را که انجام دادن صادق باشن و واقعیت های امروزی جامعه را بپذیرن. واقعیت امروزی جامعه همین است که این حکومت، حکومتی برآمده از قانون اساسی نیست، یک حکومت توافقی. بیشتر از این تاکید هر جناحی باعث این می شود که دوباره تنش های داخلی به میان بیاید و ما نتونیم به وظایف اصلی دولتداری و پاسداری از نظام و صالحه با مخالفین موفق باشیم. بله آقای بارز، در توافق نامه حکومت مشارکت ملی لغو نتیجه انتخابات و تغییر نظام یاد نشده و فکر میکنین دیگر حالا نام چنین حکومت را حکومت توافقی باید گذاشت، درست؟ دقیقا اسم حکومت، حکومت مشارکتی یا توافقی است. حالا این که یاد شده یا نه این بحث جداست. ما بحث قانون اساسی در مورد حکومت میدانیم، وقتی که در مطابق قانون اساسی یک تیم برنده شود نیازی نداره که 50% حکومت را به تیم مقابل بتر. نفس این پذیرش از هر دو طرف یک نوع کار خردمندانه بود که اینا با تفاهم رسیدن تا از بحران بیشتر و از خصوصا در شرایطی که این بحران کرونا جهان را زمین گیر کرده و همزمان افغانستان بحران مزمن جنگ را داره و آغاز مذاکرات صلح، این یک گرداب خوب است برای مردم افغانستان که ما بتانیم از این بحران های احتمالی جلوگیری بکنیم و خصوصا که ما یک اجماع ملی در افغانستان داشته باشیم که در مذاکرات صلح از افغانستان و از نظام افغانستان نمایندگی بکنیم. بله آقای بارز، میخواییم بپرسم از شما که باور شما چی است؟ آقای غنی خواستار چنین توافق بود یا اصلا راضی است به چنین توافقه؟ آنچه که شما میبینین و میدانین. خب حالا این راضی بودن و نابودنش یک بحثی است که باید شخص خودشان و یا کسی از تیمشان جواب بده. اما از دید من هیچ شخصی برنده راضی نیست که یک جریان دیگه را که اونا میدعای پیروزی دارن در قدرت شریک بسازه. من برداشتم این است که فشارهای روزافزون داخلی و فشار جهانی باعث شد که آقای دکتر اشرف غنی بپذیره که مثل گذشته 50% قدرت را به تیم ثبات و همگرایی بده تا از این بحرانی که روبرویشان است عبور کنند. شما شریک قدرت گفتین آقای بارز، بعضا میگن که تقسیم قدرت است. به باور شما شراکت در قدرت است یا تقسیم قدرت؟ خب زیاد تفاوت ندارد. شما شریک قدرت بگوین یا تقسیم قدرت، کلمه 50% در این تفاهم‌نامه آمده و اینکه آقای رئیس جمهور رئیس جمهور هستند، دو تا معاون دارند و آقای دکتر عبدالله هم تعداد اعضای کابینه را به تیمشان میتن و اینا همهشان بستگی به این داره که عملکرد شخصی رئیس جمهور در 5 سال آینده چگونه میباشه. اگر عملکرد قسمی باشه که ما در 5 سال گذشته داشتیم که یقیناً با آغاز
تنش‌های داخلی مواجه خواهد بودیم و حکومت توفیق زیاد نداشت که بتونه کاری در خور شأن مردم انجام بده. حداقل در شرایط فعلی یک کار خوب است که ما بتونیم در مقابل بحران کرونا، در مقابل جنگ‌های داخلی و در مصالحه، در بحث مصالحه با طالبان حداقل اجماع ملی را داشته باشیم که از دستاوردهای نظام و حقوق بشر در افغانستان پاسداری شود. بله آقای بارزان، چه که شما میگن حکومت توافقی، اگر این حکومت توافقی نتیجه نته و شما گفتین که عملکرد مهم است از هر دو طرف، اگر عملکرد هم شایسته که هست جام نشه، فکر میکنین که سرانجام چه خواهد شد؟ و اگر اینا عملکرد منفی داشته باشن، یعنی بر آنچه امضا کردن پایبند نمانن، هر روز نظام ضعیف شده میره و اختلافات داخلی مانند موریانه این نظام را ضعیف میکنه و این به نفع مردم افغانستان، به نفع نظام نیست. ما امیدوار هستم که از تجربه 5 سالی که گذشته اینا درسهایی را گرفته باشن که آنچه را در روی کاغذ امضا کردن با او پایبند بمانند و او را عملی بکنن و تفاهم بیشتر ایجاد شود، که حداقل ما از ریخت و پاش بیشتر داخلی نظام جلوگیری بکنیم و همزمان کارهای را به خاطر مردم، رشد نظام، حکومتداری خوب، خصوصا بحث مذاکره و آوردن صلح در افغانستان بتانیم شاهد باشیم. بله آقای بارز، فکر میکنین که شورای عالی مصالحه کالا شکل گرفته و برای بحث صلح هم بیشتر تمرکز داره، فکر میکنین که چه تاثیر روی روند صلح افغانستان خواهد داشت و آیا فکر میکنین که موفقانه رسالت خود انجام بده؟ خب بحث موفقیت و یا عدم موفقیت شورای عالی مصالحه بستگی به چند فکت دارد. در قدم اول بستگی به رهبری شورای مصالحه داره که اینا چقدر میتونن یک تیم خوب و همه شمول تشکیل بدن که در این تیم علاوه از بزرگان سیاسی، شخصیت های خبیر و آگاه، یک تیمی متخصص و آگاه در امور صلح با وجود باید تا بتانه از یاد تیوری هایی را که در صلح در جهان مفید بوده جمع کنه و در اختیار رهبری تیم مصالحه قرار بده. و بحث دوم بستگی به نوع همکاری رئیس جمهور غنی داره که رئیس جمهور غنی چقدر اعتماد داره به شورای مصالحه و چقدر همکاری میکنه. اگر قرار باشه که رئیس جمهور و حکومت همکاری نکنه، یقینا دچار مشکل خواهد شد. و بحث اساسی حمایت جامعه جهانی و نوع عملکرد طالبان. من فکر میکنم که در عملکرد طالبان زیاد تفاوت نخواهد بیاد، چون طالبان یک گروه مستقل نیستن. سازمان های استخباراتی جهان، خصوصا سازمان استخباراتی پاکستان، محکم پشت از اینا ایستاده است و اینا بیشتر از منافع مردم افغانستان و منافع نظام افغانستان در بحث گفتگوهای صلح منافع درازمدت پاکستان را مطمئن نظر دارن. شما میاید ببینید توافقنامه ای که طالبان با ایالات متحده آمریکا امضا کرده، این تفاهمنامه از لحاظ حقوقی دارای اشکالات زیاد است. متاسفانه اداره آقای ترامپ هم در یک ناگزیری مجبور شد که این را امضا بکنه، ولی از لحاظ عملکرد ما میبینیم که تنش‌ها هنوز ادامه داره، جنگ‌ها ادامه داره. پس در شرایطی که آقای بارز شما میگین که واضح گفتن که ما با حکومت افغانستان در جنگ هستیم و هنوز هم اصرار میکنن که این حکومت را به رسمیت نمیشناسیم که با اینها مذاکره بکنیم. بله آقای بارز، شاهد بودیم که طالبان تکذیب کردن شورای عالی مصالحه را که حالا شکل گرفته، گفتن به رسمیت نمیشناسن و در چنین شرایطی شما هم میگین که طالبان مستقل نیستن. پس اگر تاثیرگذاری این شورا اونقدر خوشبینی وجود نداره که تاثیرگذار باشد، درست؟ دقیقا اگر طالبان تمکین نکنن، به رسمیت نشناسن شورای مصالحه را، ما دچار بحران دیگه می باشیم در بحث تفاهم مذاکرات صلح. یقینا طالبان اگر یک گروه مسلمان و افغانی هستند، باید با شورای عالی مصالحه و مردم افغانستان مذاکره بکنند
چون جنگ در جغرافیایی به اسم افغانستان جریان دارد و اینجا اگر این حکومت مشروع است یا نیست مشروعیت نسبی را دارد، باید این به رسمیت بشناسند. در غیر آن ما به نتیجه نمیرسیم و جنگ ادامه پیدا میکنه. این ادامه جنگ نه به نفع افغانستان است، نه به نفع نظام است و نه به نفع طالبان. ما یقین دارم که اگر در نیروهای امنیتی شاید طالبان را قلقم بکنند، در اون صورت است که اونا شاید تن به تن به مذاکرات بین الافغانی. بسیار تشکر از شما دکتر عزیز احمد باره، از دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل که از آکسفورد با ما بودید. پایتخت نشینان ظاهراً دیگر به نام محدودیت گشت و گذار چیز را نمی شناسند. با وجود که آمار آلوده ها به ویروس کرونا روز به روز افزایش می‌یابد، جنب جوش بازارهای مزدحم کابل به حالت دوره پیش از وضع محدودیت قرنطین برگشته است. این در حال است که از میان مجموعه مبتلایان تازه به کووید 19 در 24 ساعت پسین تنها 40% آن در کابل به ثبت رسیده است. بازرگانان و صادرکنندگان 34 ولایت برای افزایش صادرات کشور نشست آنلاین یا برخط برگزار کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که در این نشست مشکل صادرکنندگان بررسی و نیز برای راه حل برای افزایش صادرات کشور در شرایط کنونی به حکومت پیشنهاد شده است. نزدیک به 100 صادرکننده و بازرگان 34 ولایت پیشنهادهای خود را برای افزایش صادرات ارائه کردند، از بخش قالین تا میوه و معادن. هدف نشست آنلاین پیدا کردن راه حل برای افزایش صادرات است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که در بندر چابهار و مرزهای شمال کالاهای بازرگانی کشور به گونه فیزیکی بررسی می شود و این راه را برای صادرات کشور دشوار ساخته است. بازرگانان برای انتقال کالاهای خود در بندر چابهار هزینه های گزاف می‌پردازند. در اینجا پیشنهادات و نظریات و مشکلاتی را که تاجرای ما، صادرکننده های ما داشتن مطرح شد و به صورت سکتوروار مشخصا گفته شد که چه مشکلات صادرات اونهاست و با چه راهکارهایی میتوانیم که ما صادرات افغانستان را تسریع ببخشیم و تأثیرات لازم برای صادرات افغان، برای افزایش صادرات افغانستان فراهم بکنیم. صادرکنندگان از حکومت میخواهند برای افزایش صادرات توافقنامه های دو جانبه و چندین جانبه با کشورهای همسایه امضا کند. بازرگانان تاکید دارند که در گذرگاه های ترخم، سپین بولدک و غلامخان همواره در برابر صادرات کشور مشکل ایجاد می شود. حالا این گذرگاه ها بروی صادرات کشور بسته است. معاون تجارتی اتاق تجارت می گوید که حکومت تعهد کرده تا مشکل صادرکنندگان را برطرف سازد. فصل صادرات ما بالخصوص میوه‌جات ما قریب نزدیک است که انشاءالله آغاز می شه و پیش از این که آغاز شود اتاق تجارت مصمم است که با همکاری وزرای محترم و وزارتخانه های محترم این مشکل سهول بسازد. سالانه افغانستان از کشورهای بیرونی بیشتر از 8 میلیارد دلار کالا صادر می کند و تازه ترین آمار اداره سایه و معلومات نشان می دهد که میزان صادرات کشور کمتر از 1 میلیارد دلار است. قالین، میوه و نباتهای طبی عمده ترین قلم های صادراتی کشورند. آقای سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت کشور روی خط اسکایپ با ما وصل هستند و در همین پیوند بیشتر با آقای هاشمی بحث میکنم. آقای هاشمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. سلام بر شما، وقت شما بخیر. بسیار تشکر آقای هاشمی. چنانچه میدانیم که افغانستان اندک صادرات به کشورهای خارجی داشته، با کرونا چقدر تاثیر روی صادرات کشور گذاشته؟ کاهش پیدا کردن یا نه به صفر هنوزم؟ سلام و احترام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما. همونطور که میدانین یقینا کرونا تاثیرات سویر بالای فعالیت های اقتصادی جهان و در مجموع به صورت کل بالای افغانستان هم داشته و صادرات ما در یک مدت منقطع بوده، ولی خوشبختانه اخیرا صادرات ما از طریق دهلیزهای هوایی و از طریق زمینی شروع شده که ما تقریبا هفته گذشته محموله 110 تن جلغوزه را صادرات شده به چین، کشور چین داشتیم از طریق دهلیز هوایی و همچنان دیروز
ده اراده واسطه تجارتی ما از طریق بندر چابهار که در حدود 150 تن محموله تجارتی انتقال میدادن به صادرات پرداختن به کشور ایران و از اون طریق به طرف هندوستان. بله آقای هاشمی، چه راهکار برای افزایش صادرات کشور به کشورهای خارجی توسط با بازارگانان که شما از طریق آنلاین حرف زدین سنجیدین؟ واقعا راهکار جدیتر و بهتره که افزایش به رشد صادرات کشور کدام ها بودن؟ ما امروز یک کنفرانس داشتیم، کنفرانس آنلاین در رابطه به حل معضلات و مشکلات صادرکننده های افغانستان و تاجرای افغانستان که در حدود 100 تاجر و صادرکننده افغانستان از داخل افغانستان و از خارج افغانستان وصل بودن با ما و همچنین نماینده های وزارت تجارت و وزارت زراعت و وزارت مالیه و وزارت معادن اینا هم وصل بودن و در اینجا پیشنهادات و نظریات و مشکلاتی که تاجرای ما و صادرکننده های ما داشتن مطرح شد و به صورت سکتوروار مشخصا گفته شد که چه مشکلات صادرای اونهاست و با چه راهکارهایی میتوانیم که ما صادرات افغانستان را تسریع ببخشیم و تاثیرات لازم را برای صادرات افغان برای افزایش صادرات افغانستان فراهم بکنیم. پیشنهاد بازرگانان آقای هاشمی چی بوده به خاطر رشد صادرات کشور به کشورهای دیگر؟ بعضی مشکلات تکنیکی که صدراه صادرات افغانستان بود، مثلا داشتن سرتیفیکیت های لازم، فومیگیشن سرتیفیکیت که از طرف وزارت تجارت، وزارت زراعت به زمین سازی شود و تسهیلات تجارتی لازم با در بندر چابهار و یک سلسله مشکلاتی که در مسیر چابهار وجود داره، هزینه هایی که وجود داره و یک سلسله مشکلاتی را که ما در راه تجارت یا صادرات افغانستان و کشورهای آسیای میانه داریم باز پاکستان، اینا باید برداشته شون و همچنین مشکلات مسائلی را که ما در راستای صادرات ما با کشور پاکستان داریم که مسئله قرارداد ابتا است و به صورت مشخص گفته شد که قرارداد ابتا قرارداد ترانزیتی است، ما ضرورت داریم تا قرارداد ترانزیت و تجارت را با کشور پاکستان داشته باشیم و در اونجا مسائل و موضوعات مهمی را که تسهیل کننده صادرات افغانستان است در اونجا باید درج و روی از او بحث بیشتری صورت بگیره. بله آقای هاشمی، یک بخش عمده صادرات کشور قالین شکل میداد، حالا چقدر تاثیر گذاشته روی صادرات قالین افغانستان به کشورهای دیگر ویروس کرونا؟ اشاره خیلی کوتاه. چنانچه گفته شد توسط یکی از نماینده های سکتور قالین ما، تاثیرات سوی را بالای تولید قالین و بالای صادرات قالین متاسفانه کرونا داشته و صادرات ما متاسفانه کم شده و پایین آمده و ما امیدوار هستیم که در این راستا هم دولت افغانستان و مخصوصا وزارت محترم تجارت توجه جدی مبذول کنند تا ما با برداشتن از موانع پس دوباره به حد صادرات وضعیت نرمال برسیم. بله و بعض انتقادات هم آقای هاشمی از شما وجود داره که میگن با محدودیت گشت و گذار در کشور بهای مواد اولیه هم بیشتر شده، چرا شما هماهنگ با تاجران نیستین و کنترل نمیکنین وضعیت تاجران که چگونه وارد میکنن مواد اولیه به کشور و چگونه به فروش میرسونن؟ متاسفانه این مشکل افغانستان نیست، این مشکل در سطح جهان است. ما یک کشور وارد کننده هستیم، اکثر مواد اقلام مهم مواد غذایی ما از خارج از افغانستان وارد میشه، همونطور که شما میدونین گندم، آرد، روغن غیره و غیره از خارج از افغانستان می بنادر ترخم و غلام خان و بنادر سپین بلدک برای یک مدت طولانی بسته بود و حتی بر بالای اموال صادر وارداتی ما، ترانزیتی ما، پاکستان یک عالم مصارف دمرج و دیتنشن رو وضع میکنه، اینا همه مصارف هستن و یک عالم مصارف گمرکی اینا پرداخت میکنه، اینا همه مصارف هستن که تاجر ناگزیر است بالای اموال خود اینا وضع میکنه و در صورتی که اگر اینی همه مصارف نباشه یقینا اموال به حالت نرمالش مواد غذایی وارد بازار میشه و با قیمت ارزان عرضه میشه. با وجود از او هم اتاق تجارت افغانستان در مرحله ای که یک مقدار قیمت ها سرسام‌آور بالا رفت و جالتا و به صورت عاجل و فوری مداخله کرد و با عرضه مواد غذایی به بازار قیمت ها را کنترل کرد و ما امروز هم همکار هستیم با شارولی محترم کابل، با وزارت محترم تجارت، با دولت افغانستان به صورت کل و ما در کنترل قیم به صورت 100% با اونها همکار هستیم و داریم همکاری میکنیم که کنترل ما قیم مواد غذایی در بازار کنترل شود. پس با باز شدن مرز سپین بولدک و ترخم فکر میکنین که مشکلشان اندک شده یا نه فقط باز بودن مرزها برای مسافران است؟ مشکل یک مقدار مرز برای اول 3 روز باز بود، بعدا 5 روز شد و آل 6 روز در هفته به شکل 24 ساعت باز شده مرز
ترخم و سپین بلدک. این میتونه کمک بسیار زیاده بکنه، به خاطر وقتی که مرز برای 3 روز باز بود ما مقدار کمی از وسایل، تعداد کمی از وسایل ما میتونستن وارد شون و اموال ترانزیتی ما وارد شوه، که خودش بالای قیمت مواد غذایی تاثیرگذاری داشت. و خوشبختانه حالا که مرز به صورت 24 ساعته در هفته 6 روز باز است، ما امیدوار هستیم که با انتقال بیشتر مواد غذایی و انتقال بیشتر مواد ترانزیتی و اموال ترانزیتی افغانستان بتونه که تاثیر خوبی بالای قیمت ها در بازار داشته باشه. و خیلی کوتاه آقای هاشمی، ادامه روند چه تاثیر روی داد و ستد کشور خواهد گذاشت؟ بدون شک اگر کرونا تاثیرات بیشتر بالای فعالیت اقتصادی ما بگذاره و به شکل قرنطینه و لاکداون ادامه پیدا کنه، بدون شک تاثیرات سوره بالای اقتصاد و فعالیت اقتصادی تاجرای ما به صورت کل خواهد داشت. بسیار تشکر از شما آقای سید زمان هاشمی، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت کشور. در ادامه، درخواست بیش از 100 کشور برای تحقیق در پیوند به همگیری ویروس کرونا. در خارج از کشور، بیش از 100 کشور در 73 مجمع بهداشت جهانی پیشنویس قطعنامه را پیشنهاد داده و خواستار تحقیق مستقل سازمان جهانی بهداشت در مورد همگیری ویروس کرونا شدند. کشورهای زیاد از جمله استرالیا، هند، نیوزلند، روسیه و بریتانیا از این پیشنهاد پشتیبانی کردند، اما نام آمریکا در میان امضا کنندگان دیده نمی شود. حدود 5 ماه پس از شیوع ویروس کرونا در جهان، هنوز سرنخ در مورد دلیل شیوع آن به دست نیامده است. با افزایش شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به 316,000 و شمار مبتلایان هم نزدیک به 5 میلیون تن، بیش از 100 کشور جهان با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به سازمان بهداشت جهانی خواهان تحقیق مستقل این سازمان در مورد شیوع کرونا شدند. استرالیا، هند، نیوزلند، روسیه و کشورهای اروپایی از این پیشنویس استقبال کردند. اما نام آمریکا که بیشترین تلفات کرونا در جهان را ثبت کرده، در میان امضا کنندگان این پیشنویس دیدن نمی شود. کرونا در آمریکا تا کنون جان بیش از 90,000 نفر را گرفته است. آمار بلندی که وزیر بهداشت این کشور دلیل آن را گسترش بیماری های زمینه ای می داند. میزان بلند گسترش بیماری ها در میان مردم امریکا که شامل حال افراد که در برخی گروه های جامعه ما به خصوص افریقایی، امریکایی ها و اقلیت ها می شوند، آنها را در خطر بیشتر قرار می دهد، زیرا این بیماری ها زمینه ای هستند. در شرق دور آسیا، سیاست دولت ژاپن در برابر چگونگی مهار کرونا سبب شده که میزان پشتیبانی از نخست وزیر این کشور و کابینه‌اش به پایین‌ترین میزان در 2 سال پسین برسد. کشوری که کرونا در آن جان بیش از 700 نفر را گرفته و بیش از 16,000 تن دیگر را آلوده کرده است. در ایران که شمار قربانیان کووید 19 به 7,000 و شمار مبتلایان هم به 120,000 نفر رسیده است، مقام ها می گویند که کرونا حالا سیر نزولی پیدا کرده است. گزارش ها در ستاد ملی نشان می داد که ما از مرحله مدیریت عبور کردیم، از مرحله کنترل بیماری هم عبور کردیم و امروز کادر وزارت بهداشت و درمان ما و تمام دستگاه های همکار وارد فاز مهار بیماری شدند. با آنکه هنوز کرونا هر روز از مردم در جهان قربانی می گیرد، اما تا کنون دلیل اصلی شیوع این بیماری کشنده معلوم نشده است. با وجود تلفات بالای کرونا در جهان، بیشتر کشورهای اروپایی که روزهای مرگ بار را پشت سر گذاشتند، کم کم از قرنطینه خارج شدند. پس از 18 ماه بنبست بی پیشینه سیاسی و پس از برگزاری 3 انتخابات پارلمانی در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که در دولت جدید همچنان نخست وزیر است، کابینه خود را به مجلس معرفی کرده است. بر اساس ائتلاف دولت جدید، بنیامین نتانیاهو 18 ماه اول نخست وزیر است و 1.5 سال بعدی نخست وزیری به بنی گانتس رهبر حزب آبی سفید واگذار خواهد شد. اگر عمر دولت از 3 سال طولانی تر شود، نخست وزیری در بقیه دوره نیز بین آن دو به طور برابر تقسیم خواهد شد.
بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.